بعد از اینکه تیتر اول در گزارش افشا کرد جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات مربوط به بحرانی شدن فرونشست زمین در مناطق رو از دید عموم پنهان کرده، یک مقام سازمان نقشه‌برداری کشور از فرونشست زمین در 14 کلان شهر خبر داده. این مقام دولتی با استناد به آمار وزارت نیرو گفته 70% دشت‌های کشور در محدوده دشت‌های ممنوعه و بحرانیه و اون رو ناشی از سوء مدیریت دانسته. اینجا همراه من در استودیو نیکا هنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست. آقای کوسر، اولا که خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم که در استودیو میبینمتون، ممنونم از شما، متشکرم. اولا به ما بگید که چرا جمهوری اسلامی پنهان میکنه این آمار رو و الان این اظهار نظر جدید رو چطور میبینید؟ یک اصطلاح تازگی مطرح شده به نام خرابکاری شرافتمندانه. خرابکاری که جمهوری اسلامی کرده از طریق نشست زمین یک خرابکاری غیر شرافتمندانه است، چرا که هشدار داده شده بود که اگر آب‌های زیرزمینی رو ما زیاد برداشت کنیم، بیش از حد آبی که وارد زمین میشه ما اینه استفاده بکنیم، زمین نشست میکنه و این نشست زمین باعث میشه که زمین فشرده تر بشه. الان مثلا این شبکه‌های قنات قبلا خیلی عادی کار میکردن، اما با چاهایی که از دهه 30 شمسی تقریبا اضافه شدن به سیستم آبی ما، زمین‌های بسیار در سراسر کشور نشست کردن. جمهوری اسلامی به خاطر سیاست کشاورزیش باعث شده که 90% یا حتی گاهی وقتا بیشتر از اون از منابع آب تجدیدپذیر کشور ما صرف کشاورزی و تولید غذا بشه، به خاطر اینکه سیاست خارجیش باعث شده ایران دچار تحریم بشه. اما بخشی از آبهایی که ما داریم آبهای غیر قابل تجدید هستن، آبهای زیرزمینی هستن که از قدیم موندن، اینها رو هم برای کشاورزی استفاده کرد و سطح زمین اومده پایین‌تر و این فشردگی که ایجاد شده باعث میشه که زمین ترک بخوره، آسیب ببینه و ما فروچاله ببینیم ایجاد میشه، یعنی در کنار فرونشست فروچالایی هم ایجاد میشه و این سرزمین ما رو به این نقطه میکشونه. مشکل بزرگی که ما داریم این هست که راهکارهای وجود دارد و جمهوری اسلامی این راهکارها رو باش آشنا بوده برای اینکه بشه مدیریت کرد که وضعیت به این حالت به قول معروف خطرناک نرسه، اما جمهوری اسلامی نیومده این کارا رو درست انجام بده. یکی از راهها آبخانداری بود که ما سیلابی که راه میشه موقعی که داره میاد، چون جذب زمین نمیشه به راحتی، ما میتونیم این رو چاله‌های درست بکنیم، سیستم‌های درست کنیم که آب جذب سفره آب زیرزمینی بشه و جلوی فرونشست رو بگیره. اما جمهوری اسلامی نه تنها اومد این کارو نکرد، بلکه اومد با سدسازی‌های غیر قابل جبران آثاری بر جای گذاشت که به راحتی نسل‌های بعد نمیتونن اثرش رو ببینن. اقدامات عملی بخششه. یک بخشش هم همون مسئله اینه که چرا نقشه جاهای خطرناک از دید مردم پنهانه، چرا کسی نباید بدونه که این منطقه که توش هست چه خطراتی داره تهدیدش میکنه. ولی نقطه خیلی خوب کار شما در گزارش که دیروز منتشر کردید این بود که چیزی که نمیخوان مردم ببینن رو عیان کردید. چرا نمیخوان ببینن؟ وقتی شهری نشست میکنه زمین درش، شما مثلا ببینید شهر اصفهان رو در نظر بگیرید، تهران رو خیلی ها میدونیم اما اصفهان رو در نظر بگیریم. اگر تصاویر اصفهان رو دوستان لطف کنن نشون بدن، من به شما خواهم گفت که در گذر زمان چاهای بیشماری که در اصفهان زده شده باعث شده که این شهر آروم آروم نشست بکنه. تصاویر اصفهان رو الان نداریم ولی فکر می‌کنم در خبرها زیاد مفصل بهش پرداختیم و دیدیم که چه اتفاقاتی در اصفهان میفته. این 6000 اثر باستانی در اونجا ترک خورده، اما شهرک‌های مختلف دارن به خاطر آسیب‌هایی که می‌بینن از بین میرن، مردم مجبورن اونجا رو ترک بکنن. منابع آب زیرزمینی اصفهان از 7 میلیارد رسیده به 3.5 میلیارد. در طی 9 تا 15 سال آینده اگر سالی 500 میلیون متر مکعب آب مصرف بشه از این آبخانه اونجا، این نابود میشه. شهر اصفهان داره نابود میشه، شیراز داره نابود میشه، مناطق مختلف کرمان داره نابود میشه. کشاورزی و سیاست جمهوری اسلامی در برداشت آب زیرزمینی باعث شده که این اتفاق بیفته. فرونشست به همراه بگل نشستن سیاست‌های جمهوری اسلامی است که دشت‌های بیشماری عملاً ممنوع شدن، نباید آبی برداشت بشه، اما کماکان تعداد چاه‌ها حتی بیشتر شده و برداشت‌ها هم افزایش پیدا کرده که بخشش برمیگرده به رانت ائمه جمعه، سپاه و بقیه. سپاسگزارم از شما نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس، اینجا با من در استودیو.